بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان. جزئیات تازه از انفجار امروز در غرب کابل تا برگشت دیپلمات‌های هندوستان به افغانستان. از سوی هم احمد مسعود بر استادگی در برابر گروه تا تاکید کرد. لطفا اگر از دریچه فیسبوک بیننده هستین سرویس خبری را به اشتراک بمانید. یادآوری میکنم امروز 22 اسد و 13 آگوست است. خبرها را از جزئیات انفجار امروز در غرب کابل آغاز میکنیم. صبح امروز 22 اسد غرب کابل شاهد یک انفجار بود. انفجار ساعت 2:30 به وقت افغانستان در درب ورودی مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی در دشت برچی و دقیقا سرک 20 متره به وقوع پیوست. مسئولان گروهی تا پیرامون این رویداد آمارهای مختلف ارائه کردند. لحظات پس از انفجار قاری یوسف آمر گروه تا برای حوزه 13 غرب کابل در گفتگو با سنترال افغانستان گفت در این رویداد تنها دو فرد ملکی سطحی زخم برداشته است. امروز یک انفجار که تقریبا ساعت 2:30 بجه قبل ظهر رخ داد در نزدیک دروازه تشکیرهای برکی که تقسیم میکنه در نزدیک دروازه زی در یک مترسکیل جابجا شده بود، یک مانجا جابجا شده بود که علمی انفجار کرد و دو نفر ملکی مردم افغانستان ما سطحی زخمی شدن و دیگه هیچ مشکل نیست. انشاءالله با شما اطمینان است. و اما باشندگان محل آمار تلفات بیشتر میگه، هرچند که مسئولان گروه تا و سخنگویانشان بعدن و نزدیکای شام اعلام کردند که در اثر انفجار امروز 4 نفر زخم برداشته که 2 فرد ملکی است، 2 نفر از اعضای این گروه است. اما باشندگان محل و شاهدان عینی میگن بین 2 تا 3 نفر در این رویداد نیز جان باختند که آنان به چشم خود دیده که توسط آمبولانس ها به شفاخانه ها انتقال داده شده است. در همین حال خبرنگاران که بعد از ساعت ها اجازه یافتند تا به محل رویداد برسند در گفتگو با سنترال افغانستان تایید میکنند که در این رویداد 2 عضو گروه تا هم شدیداً زخم برداشته که یک نفر پایشان قطع شده و دیگر دستش آسیب دیده است. خب با این وجود در مورد انفجار امروز هنوز آمار کلی را نمیشه ارائه بکنیم. بر اساس ادعای مردم در این رویداد 2-3 نفر شهید شده و 4 نفر زخم برداشته که 2 نفر از اعضای گروه تا است و 2 نفر فرد ملکی است. اما مسئولان گروه تا امروز سخنگویانشان 4 نفر زخمی اعلام کردند و آمر حوزه در گفتگو با سنترال افغانستان 2 نفر زخمی از افراد ملکی اعلام کردند. پس از ماها بار دیگر دیپلماتان هندوستان به افغانستان برگشتند و قرار است که به زودی کارهای کنسولی را در کابل نیز آغاز کنند. وزارت خارجه گروه تا با استقبال از برگشت دیپلماتان هندی به افغانستان ابراز امیدواری کرده است که هندوستان پروژه های ناتمامش را کامل کند و پروژه های نو اقتصادی و زیربنایی را نیز در افغانستان روی دست بگیرد. در همین حال وزارت خارجه هندوستان نیز تایید کرده است که دیپلماتان این کشور به افغانستان رفته است و قرار است به زودی کارمندان محلی سفارت هندوستان به کارشان فرا خوانده شود و معاش چندین ماهشان نیز پرداخت می شود. از سوی هم امروز بار دیگر کابل شاهد حضور زنان معترض و عدالتخواه در جاده ها بودند. صبح امروز شمار زیادی از زنان معترض و عدالتخواه به جاده های کابل برآمدند و شعارهای نان، کار و آزادی سر دادند. نظامیان گروه تا ما این اعتراض مسالمت‌آمیز زنان را با گروله پاسخ داده و بر اثر تیراندازی و فیر به سوی معترضان برنامه راهپیمایی آنان مختل شد و از هم پاشید و شماری از زنان با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی مدعی بودند که عده‌ای از همکارانشان بازداشت شده و شمار دیگر نیز تحت تعقیب هستند. و امروز خبرنگارانی که برای پوشش این رویداد خبری رفته بودند هم بازداشت شدند. بر اساس گزارشات 10 خبرنگار و شمول تعداد از خبرنگاران خارجی بازداشت شده بودند که خبرنگاران خارجی بعد از چندین ساعت رها شدند، اما خبرنگاران داخلی تا شام امروز در قید این گروه بودند و هنوز نمیتونیم ما تایید بکنیم که واقعا اونها آزاد شدند یا نشدند. تمام ویدیوهایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده توسط عده‌ای از شهروندان کشور و زنان معترض در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک آپلود شده بودند که حتما شما هم تماشا کردین و بر اساس ویدیوها کاملا دیده میشه که بر روی زنان شلیک میکنه و در اکثر جاها البته شلیک‌ها هوایی هستند و در نتیجه اعتراض و راهپیمایی زنان به هم خوردن. زنان خواهان عدالت،
حقوق زنان در چارچوب اسلام و قوانین نافذه افغانستان شدند و خواهانیم شدند که باید در وزارت های مکاتب برای زنان و دختران افغانستان باش شوند، آنان اجازه کار پیدا کنند و زمینه آزادی و کار و نان برای مردم افغانستان فراهم شود. با این حال کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که جامعه بین المللی باید به طور چشمگیری تلاش ها را برای ترغیب مقامات حکومت سرپرست گروه تا به منظور پایبندی به اصول اساسی شهروندی و حقوق بشر در افغانستان افزایش دهد. آنان همچنان هشدار دادند که اگر اقدامات بیشتری برای محکوس کردن وضعیت رو به وخامت حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان انجام نشود، آینده افغانستان تاریک خواهد بود. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در تازه ترین مصاحبهش با شورای اتلانتیک که روز جمعه 21 اسفند نشر شده بار دیگر بر استادگی در برابر گروه تا تاکید کرده است. مسعود میگوید که گروه تا علاقه به اصلاح عملکرد عقب‌مانده‌شان و فراگیر بودن ساختار نظام در افغانستان ندارد. آقای مسعود در این مصاحبه گفته است که از مبارزش در برابر گروه تا دست بردار نیست. این در حالی است که درگیری در پنجشیر و بغلان همچنان ادامه دارد و در تازه ترین رویداد 4 عضو مقاومت و چند تن از اعضای گروه تا در درگیری‌های مختلف در ولسوالی‌های خوست ولایت بغلان جان باخته است. پس از آن که 3 اسیر مقاومتگران در خوست به دست نیروهای گروه تا تیرباران شدند و یک نفر دیگرشان در سنگر به قتل رسیدند، مقاومتگران نیز بر مسیر نظامیان گروه تا کمین کرده که بر اساس گزارش‌ها 4 عضو گروه تا کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده است. این قطار نظامیان گروه تا می‌خواستند که از ولسوالی خوست ولایت بغلان به سمت پنجشیر بروند که با کمین مقاومتگران روبرو شده است. در همین حال از پنجشیر نیز گزارش می‌شود که نظامیان گروه تا برای دستگیری فرمانده ملک پنجشیر اقدام کرده بودند که در نتیجه با دادن تلفات مجبور به عقب نشینی شدند. امروز در یک رویداد دورینجر نظامیان گروه تا با ماین‌های کنار جاده در دره عبدالله خیل برخورد کردند که تمام سرنشینان رنجرها کشته شدند، ولی آمار دقیق تلفات نظامیان این گروه در این رویداد مشخص نشده است. قاری عابد مسئول تعقیب و گرفتاری مدیریت جنایی گروه تا در ولایت پکتیکا با ضرب گلوله افراد مسلح کشته شده است. حوالی ساعت 10 شب گذشته در حومه مرکز ولایت پکتیا افراد مسلح ناشناس با حمله بر این مقام محلی گروه تا را به قتل رسانده و خودشان موفق به فرار از ساحه شدند. و خبر اخیر این که ایندین اکسپریس گزارش کرده است که 100 تن از هندوها و سکهای افغانستان در حال انتظار برای انتقال به هندوستان هستند. گورام سینگ یکی از بزرگان هندوها که روز 21 اسفند یعنی دیروز به هندوستان منتقل شده است، در گفتگو با این رسانه گفتند که او و شمار زیاد هندوها به این کشور منتقل شده و همکنون 100 تن از اهل هنود در افغانستان منتظر دریافت ویزای الکترونیکی هندوستان هستند تا به مکان امن منتقل شود. این بزرگ قومی هندوها در گفتگو با این رسانه هندی تاکید کرده است که یکی از پسرانش همراه دیگر اعضای هندوها در افغانستان باقی مانده و زندگی برایشان واقعا در افغانستان به جهنم مبدل شده و برایشان واقعا سخت است در کشوری که متولد شده، بزرگ شده و در آنجا جایداد دارد، بیرون شده و اونجا را ترک بکنه و حتی نمیدونه که واقعا میتونه دوباره به خانه و زندگی خود در آن کشور برگردد یا نه. قابل یادآوری است که تا به حال ده ها تن از اعضای اهل هنود افغانستان را به دلیل ناامنی ها ترک کردند، چون در سالهای اخیر به خصوص در یک سال گذشته چندین بار شاهد حملات بر این اقلیت قومی و مذهبی در افغانستان بودیم. از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. لطفا اگر از طریق فیسبوک ببینید در سرویس خبری را به اشتراک بمانید. تا درود دیگر.